چند روز پیش یه دونه استوری گذاشتم و از بچه‌ها خواستم که بهم بگم به نظرشون استفاده از پریست ها یا صداها و تنظیمات آماده تقلب محسوب میشه یا نه. جوابایی که دادن خیلی باحال بود یه سریاش و گفتم که اول این جواب رو با هم دیگه بخونیم و در نهایت نتیجه بگیریم و ببینیم که این استفاده از پریست که خیلی‌ها فکر می‌کنن تقلبه درست یا غلط. درود بر شما، آریان حسین‌زاده هستم با یه ویدیو جدید. تو این ویدیو همونجوری که گفتم می‌خوایم به این نتیجه برسیم که استفاده کردن از پریست درسته یا غلط. خب اول از همه ما ببینیم که پریست چیه. شاید خیلی‌ها ندونن پریست های سری صدا یا تنظیمات آماده‌ای هستش که شما وقتی یه پلاگین یا وی اس تی رو دانلود می‌کنین و نصب می‌کنین رو خودش هست و این پریست ها یا صداهای آماده توسط مهندسین صدا یا تنظیم کننده های خودمون چه نفسم گرفت. آره و مثلا مهندسین صدا خودشون، تنظیم کننده های خودشون یا خیلی از تنظیم کننده های دیگه بعضی وقتا یه سری پکای درست میکنن توشون پریست و حالا میخوایم ببینیم که استفاده از اونا تقلب محسوب میشه یا نه. به همین راحتی. قبل اینکه بریم نظرات بچه‌ها رو بخونیم حتما برام کامنت بذار و بگو به نظرت استفاده کردن از پریست درسته یا غلط و اگه درسته یا غلطه چرا اینجوری فکر میکنی. اینا دارم رفت بهتون بگم که اکثر بچه‌ها که برام توی باکسش نوشتن من اون متن رو ریپلای کردم و ازشون دقیقاً نظر مخالفشون رو پرسیدم. مثلا اگه گفته بودش که آره فکر میکنم تقلبه و استفاده نمیکنم، میگفتم خب اگه خوب صدا بده چی؟ یا مثلا اگه میگفت نه من استفاده میکنم، میگفتم خب پس خلاقیت چی میشه این وسط؟ و دوست داشتم به چالش بکشم بچه‌ها رو و ببینم که خب نظرشون چیه. خب محمد آندرلاین کسکی، اگه اشتباه خوندم یوزر رو، من یه ذره تو اسم داغونم، اگه اشتباه خوندم معذرت میخوام، گفته که واقعا کی همچین حرفی زده نشونش بده. انتهای راه رو دست بر شما میشه راست. قبل اینکه ویدیو رو ادامه بدیم لایک و سابسکرایب و این داستانا یاد نره. آیدی اینستاگرام هم اینجا میذارم، از این استوری ها بازم میذارم، پس حتما فالو کن که عقب نمونی. کریس ما بیتس گفته طبیعتا استفاده میکنیم اونی که ساخت اون پلاگین یا وی اس تی او یه سری دیفالت های گذاشته که راحت تر بشیم. من ازش پرسیدم که خلاقیت چی پس، ببینیم چی گفته. وایسا رو نشنیدم. گفتم که اون پریست ها رو میذارن تا مثلا کارت راحت تر بشه، مثلا اون بهترین صدا رو بهترین تنظیماتی که خودشون مثلا چه جوری انتخاب کردم گذاشتم واسه ما، میتونیم استفاده کنیم، میتونیم خلاقیتمون هم به خرج بدیم. حالا واسه پلاگین ها اینه یه طوریه چون واسه همه چی جواب نمیده، مثلا میکس وکال خواهی کنیم، بعد پیویست های EQ بخواهی استفاده کنیم خوب نمیشه، ولی VSC ها باز یکم اوکی تره. خب اینم بگم که من نظر نخور دیگه، نظر خودمو در انتهای ویدیو میگم. الان فقط نظرات بچه‌ها رو می‌خوایم بخونیم و ببینیم که جوابشون به سوالی که ازشون پرسیدم چی بوده. خب آندرلاین کاوه AM، اگه کاوه ام، گفته که خیلی‌ها فکر میکنن استفاده از لوب که هیچ پریست افته واسه شون. کی همچین حرفی زده؟ در شامش راست. ازش پرسیدم که افت چرا، گفت فکر میکنن افته. من خودم اوایل هیچ لوب و سمپلی نمی‌زدم چون احساس نوب بودن بهم دست میداد. و قرن 21 داری زندگی میکنی، سال 2021 1400، در حالی که مشکلی نداره اصلا. علیرضا آندرلاین BKH1 گفته بابا این برو اون بر دیگه گفته گذاشتن استفاده کنیم دیگه. ازش پرسیدم که خلاقیت چی پس، گفت خلاقیت نباید حتما توی ساخت پریست باشه، که میتونه شعرت متفاوت باشه یا سازبندی که داری یا هر چیز دیگه ای. نظر جالبی بود. سروش آندرلاین ریسمانچیان گفته که به نظر من بهتر که از پریست ایده گرفت و نسبت به اون صدا سازی کرد، که اگه هم که هم صدا قشنگ باشه هم بر خودت باشه. گفتم که اگه به خودی خودش خوب صدا بده چی؟ گفت آخه کم پیدا میشه که 100% صدایی باشه که بخوایم، احتمالش کمه، ولی حرف شما هم درسته. دم شما گرم. جی حسین آندرلاین 85 گفته استفاده از سمپل و پریست اگه همینطوری بدون هیچ تغییری باشه کار درستی نیست. من ازش پرسیدم حتی اگه خوب صدا بده، گفت آره در حال بازم نیاز به تغییر داره دیگه، اگه خیلی عالی بود ولی تغییر آنچنانی نمیخواد. خب اگه مثلا یه سمپلی تو داری استفاده میکنی که خوب صدا میده، یعنی حاضری صرفاً EQ و کامپرس و اینجور چیزا بندازی روش، ریورب بدی، همه این حرکتا رو بزنی که تغییر بدی حتی اگه کار بدتر بشه؟ ایلیا ابول اگه درست خونده باشم گفته نمیشه استفاده کرد، باید حتما یه جا تغییر بدی. چرا؟ ولی اگه همینطوری هم استفاده کنی تقلب نیست، فقط کمتر زحمت کشیدی.
خب بذارین من ازش چی پرسیدم. اگه بدون تغییر خوب صدا بده چی؟ گفته عالی اونطوری. ممنون از این نظرسنجی های خوب. خواهش میکنم قربون شما. B underline no underline one one چقدر یک تو underline داشت میذاره. گفت هم پریست هم میدی هم لوپ هم سمپل، ولی همشونو به شیوه خودم تغییر میدم و واقعا نقطه های شروع خوبی ان وقتی ایده نداری. گفتم اگه همون جوری که هستن خوب صدا بدن چی؟ گفته واقعیت بگم تا الان همچین صدایی نرسیده دستم، ولی اگه خوب صدا بده که فبها، نیازی به دستکاری نیست. تو تا الان یه صدایی به دستت نرسیده که بدون تغییر خوب باشه؟ پارک تو عوض کن. منظورم اینه که از یه سایت دیگه استفاده کن یا از یه منابع خوبی سمپل بگیر که خب دیگه انقدرم البته نمیدونم چند وقت داری کار میکنی. اگه مدت زمان کمیه داری کار میکنی، بانک صدات کمه حجمش، خب طبیعیه ممکنه پیدا نشه چیزی که تو ذهنت. prodby.re اگه درست خونده باشم گفته پیانو، گیتار، ویالون و اینا صدای از قبل آماده هستن. شما فرض کن پریست، آیا پیانو بزنی توی کار تقلبه؟ متوجه شدم، یعنی مثلا پریست سازای آکوستیکو سازای چیز. گفتم اونا که ساز محسوب میشن، منظور پریست سینتا یا پلاگین هستش اگه استفاده میکنی خلاقیت چی پس؟ گفته که خلاقیت باید باشه، حتی صدای پیانو هم دستکاری میشه یه جایی، ولی میخوام بگم که کسی که از پریست استفاده میکنه به هیچ وجه اصلا به هیچ وجه ایراد نداره. خب نظرهای بچه ها رو خوندیم، در نهایت حالا میخوایم نتیجه گیری بکنیم ببینیم که آقا استفاده کردن از پریست تقلب هست یا نیست. من این نظر رو براتون گذاشتم، من فقط میتونستم بیام ویدیو بگیرم راجع به این قضیه توضیح بدم، ولی فقط میخواستم اینو بدونین که نظرات افراد با هم دیگه توی هر زمینه‌ای میتونه متفاوت باشه. توی این زمینه هم همونجوری که میبینین یه سری‌ها میگفتن آره، یه سری‌ها میگفتن نه، گذاشتن که ما استفاده کنیم. نظر من به شخصه اینه که هیچ ایرادی نداره و تقلب محسوب نمیشه. چرا؟ ببین خروجی کارتو شنونده و حتی یکی که حرفه‌ای باشه میبینه، زیاد نمیره ریز بشه دیتیل کارتو که خب الان مثلا تو اینجا از این پریست استفاده کردی، خب چرا استفاده کردی؟ اگه خوب صدا بده، اگه خب به کارت نه، طبیعتاً یکی میگه آقا این چیه مثلا انداختی، یا مثلا این چه ایکیو کردی مثلا. کوالیتی نهایی، پروداکشن نهاییت مهمه که کوالیتیش خوب باشه و ایدئال باشه. حالا این پریست ها رو گذاشتن، خیلی از این پریست ها استفاده میکنن، خیلی ها 0-100 موزیکشون رو صداسازی میکنن، خیلی اصلا علاقهی به صداسازی ندارن، میدونی؟ پس در نتیجه تصمیم باید خودت بگیری. ولی توی پلاگین های میکس این قضیه یه مقدار متفاوته و میگم اینی که دارم میگم نظر شخصی منه و خب میتونه همینجوری که دیدین نظرها با هم دیگه متفاوت بشه، ولی من فکر میکنم توی پلاگین های میکس حتی اگه بهترین مهندس صدای جهان اون پلاگین رو، پریست اون پلاگین رو طراحی کرده باشه و گذاشته باشه واسهتون، چون هیچ ایده ای از سیگنال صوتیت نداره و نمیدونه تو چه وضعیتیه، گینش یه ذره بالا پایین بشه مثلا توی کامپرسور عمل کرده، پارامترها ممکنه متفاوت باشه، اصلا گینه اگه خیلی پایین باشه اصلا ممکنه به اون ترشولد نرسه که کامپرسور عمل بکنه، میدونی؟ من دقیقاً این مثال رو توی ویدیو اشتباهات رایج کامپرسور زدم که لینکش هم الان اینجا برات میذارم، اگه دوست داشتی میتونی بری ببینی، که گفتم اونجا توی کامپرسور یکی از اشتباهاتی که بچه‌ها میکنن استفاده از پریست، همونجوری که خیلی از بچه‌ها هم گفتن پریست ها توی پلاگین های میکس به نظر من میتونه یه نقطه شروع خوبی باشه که خب دستت بیاد پلاگین چیه و چی کار میکنه و بتونی ازش یه جوری یاد بگیری همونجوری که بچه‌ها گفتن. شاید من واقعا تا الان از هیچ پریست پلاگینی استفاده نکردم روی کارام و مخصوصا ایکیو و کامپرسور ریورب، این سه تا چیزایی ان که یعنی به هیچ وجه، ساتوریشن شاید پریست استفاده بکنم یا دیلی شاید پریست استفاده بکنم، ولی این سه تا پلاگینی ان که واقعا تو زمینه پریست حداقل خط قرمز منه و تا جایی که سعی دارم از پریست استفاده نمیکنم، و اگرم از پریست استفاده بکنم ادیتش میکنم، و ادیتی هم که میکنم در نهایت به من یه پریستی رو میده که شاید اصلا از اون پریست اولیه اگه استفاده نمیکردم من به همون نقطه میرسیدم، یعنی بود و نبود اون پریست زیاد فرقی نمیکرد برام، چون من نگاه میکنم سیگنال چی نیاز داره چی نیاز نداره، کاتوبوست انجام میدم، باید کامپرس بشه، چرا باید کامپرس بشه. ببین این سوالا رو وقتی از خودتون بپرسین دیگه نمیرین از پریست استفاده بکنین. چرا؟ چون الزام این وجود نداره که اگه یه پریستی توی مثلا تب درامز یا وکال مثلا یه کامپرسوره پس روی وکال جواب میده. از اون ورش هم هست، از اون ور یهو میبینی من مثلا یه کامپرسوری که همه میگن برای وکاله، یا مثلا
روی اسم کامپرسور یا ایکیو یا حالا هر پلاگینی نوشته مثلا بر وکاله، بر گیتاره، بر پیانوه، من مثلا اونو میندازم روی درامز، بر گیتار میندازم روی وکال، بر وکال میندازم روی پیانو. از این مدل دیوونه بازی ها بعضی وقت انجام میدم و نتیجه خوبی هم میگیرم، ولی اگه خروجش ببینم خوب نمیشه طبیعتا میذارم کنار. راجع به وی اس دی ها هم خب طبیعتا خیلی از پریست میان استفاده میکنم، ولی یه نکته ای که باید حواستون بهش باشه توی استفاده از پریست اینه که شخصی سازیش بکنیم با توجه به پروژه‌تون. اینجوری نباشه که خب مثلا شما پریست رو باز میکنین خوبم داره صدا میده، ببین خیلی چیزا تاثیرگذاره، تمپو موزیک تاثیرگذاره، فواصل بین نوتایی که داری میزنی تاثیرگذاره، خیلی چیزای دیگه، بحثای فرکانسی تاثیرگذاره، استریو ایمیجینگ تاثیرگذاره، میدو ساید و اینجور چیزا، و اینا چیزاییه که خب باید حواستون بهش باشه. مثلا پریست تو باز میکنی مثلا توی سروم، پیگمنتس یا هر وی اس دی دیگه‌ای که داری کار میکنی به صورت دیفالت روش ریورب هست، دیلی هست، ممکنه کامپرس شده باشه، دیستورت شده باشه، انولپ شیپرش رو نگاه بکن ببین ریلیزش چقده، اتکش چقده، اینا رو با توجه به پروژه خودت بیا تنظیم بکن. اینجوری نباشه که مثلا تو ممکنه فواصل بین نوتات مثلا 1 ثانیه باشه، ولی ریلیز اون پریستی که داری استفاده میکنی مثلا توی انولوپ شیپر باشه 5 ثانیه. تو وقتی هر 1 ثانیه یه نوت داری میزنی و اون ریلیزش 5 ثانیه است، این صدا میفته رو هم دیگه، در نهایت یه شرم شروبای اصلا عجیب غریبه تعبیر میده. یا مثلا همین قضیه راجع به ریورب، اگه ریوربش خیلی طولانی باشه امکان داره اگه فواصل بین نوتات کم باشه گن بزنه به کار، تو همین ریورور هم حواست باشه. در کل اینجوری بگم که یه جوری ادیتش بزن، شاید هم بدون ادیت خوب باشه ولی اینا رو در نظر بگیری، یه جوری ادیتش بزن که قشنگ چفت بشه توی پروژت و پروژت مچ بشه، خوب صدا بده، یه چیز جدا از پروژت نباشه. اینجوری بگم بهت دمت گرم که این ویدیو رو دیدی، اگه تا اینجا موندی ویدیو رو دوست داشتی لایک کن، دوست نشی دیسلایک کن، دلیلش حتما تو کامنت برام بنویس، سابسکرایب یادت نره، فعلا.